سلام بر شما، سرخط خبرها. ادعای تازه تحریک طالبان پاکستان بزرگترین گروه هراس افکن در افغانستان. گروه نظارت ملل متحد بر القاعده و داعش تی تی پی را بزرگترین شبکه هراس افکن در افغانستان دانسته است. ما ادعا رد میکنیم تحریک طالبان پاکستان موضع پاکستان است، افغانستان ربطیم نداره و ایجا ما بر اجازه هم نمیدیم. در خاک افغانستان آنها نیستن و نم اجازه از خاک افغانستان آنها کدام کشور استفاده شد. خودداری مدیر کل امور نظامیان پیشین بریتانیا از افشای نام سربازان جنایتکاران کشور در افغانستان. جانی مرسر نام سربازانی را که در افغانستان مرتکب جنایت جنگی شدن همگانی نخواهد کرد. قاتلین بشر را به جهانیان معرفی میکنن و به محکمه میکشانن. تعامل جهان با امارت اسلامی محور گفتگوهای جهان. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با هیئت آلمانی درباره هراس افکنی و تعامل جهان با امارت اسلامی دیدار و گفتگو کرده است. در حال که بعد سپاه سفیلی افغانستان همیشه تاکید نموده است که مسئله مبارزه علیه تی تی پی و سایر نیروهای تشنتاوگان در خاک پاکستان مسئله داخلی خود پاکستان باشد. و توافق اسرائیل و حماس بر سر چارچوب آتش بس در نوار غزه. من سبغه سپر. گروه نظارت ملل متحد بر القاعده و داعش تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان را بزرگترین شبکه هراس افکن در افغانستان دانسته است. بر اساس این گزارش بیش از 6000 نیروی این گروه در افغانستان حضور دارند. این نهاد در حالی از وجود جنگجویان تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان خبر داده است که امارت اسلامی همواره حضور این گروه را در کشور رد کرده است. نور صفت. گروه نظارت ملل متحد بر القاعده و داعش در گزارش تازه به شورای امنیت این سازمان گفته است که تی تی پی یا تحریک طالبان پاکستان بزرگترین گروه هراس افغان در افغانستان است. بر اساس این گزارش 6000 تا 6500 نیروی این گروه در افغانستان حضور داشته و بزرگترین گروه هراس افغان در میان 24 گروه ضد امنیت دیگر در افغانستان است. این گروه در گزارش خود همچنان افزوده است که طالبان پاکستان در افغانستان به گونه گسترده فعالیت می کنند و حمله های خود را در پاکستان نسبت به سال 2021 در سال 2023 افزایش دادند. القاعده و تحریک طالبان پاکستان در انجام حمله های هراس افکنانه تروریستی در داخل پاکستان کمک می کند و تحریک جهاد پاکستان یا تی جی پی مسئولیت انجام آن را به عهده می گیرد تا از فشار بر مقام های کنونی افغانستان بکاهد. اما ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی گزارش های مبنی بر حضور گروه های هراس افغان در افغانستان را پروپاگاندا دانسته و این گزارش را رد کرده است. ما ادعا را رد میکنیم تحریک طالبان پاکستان موضع پاکستان است، افغانستان ربطیم نداره و ایجا ما بر اجازه هم نمیدیم. در خاک افغانستان آنها نیستن و نم اجازه از خاک افغانستان آنها کدام کشور استفاده شد. این تیم در مورد گروه داعش نیز نوشته است که این گروه نزدیک به 4000 تا 6000 نیرو در منطقه دارد و مسئولیت چندین حمله در روسیه را به خود گرفته است. ارائه هر نوع گزارشات باید مبتنی بر واقعیت‌ها استوار باشد. در صورت بودن گروه تی تی پی در افغانستان باید اطلاعات استخباراتی با امارت اسلامی افغانستان از طرف پاکستان شریک ساخته شود تا علیه این گروه اقدامات لازم صورت بگیرد. در همین حال در گزارش آمده است که اعضای شورای امنیت از همکاری میان تحریک طالبان پاکستان و القاعده نیز ابراز نگرانی نموده و تاکید کردند که این همکاری منجر به یک تهدید فرامنطقه‌ای خواهد شد.
پیش از این نیز امارت اسلامی از تعهدش در مبارزه با حراس افغانی اطمینان داده و گفته بود که به هیچ گروه ضد امنیت اجازه نخواهد داد که از خاک افغانستان استفاده کند. اسکای نیوز گزارش داده است که مدیر کل امور نظامیان پیشین در دولت بریتانیا نام سربازانی را که در افغانستان مرتکب جنایت جنگی شدند همگانی نخواهد کرد. کمیسیون تحقیقات بریتانیا گفته است که خودداری کردن جانی مرسر از افشای نام سربازان جنایتکار آن کشور منجر به حبس وی خواهد شد. جزئیات بیشتر این موضوع در گزارش از خالد عمری. پس از نشر اطلاعات درباره ارتکاب جنایت‌های جنگی نظامیان بریتانیایی در افغانستان، هیئت تحقیق آن کشور درباره اتهام جنایت جنگی در افغانستان خواستار افشای اسامی سربازان شد که به جنایت‌های جنگی متهمند. اسکای نیوز به توضیح گزارش داده است که جونی مرسر، مدیر کل امور نظامیان سابق در دولت بریتانیا گفته است که اگر به زندان هم محکوم شود، نام‌های سربازانی را که به او درباره قتل‌های فراقانونی نیروهای ویژه آن کشور در افغانستان اطلاعات دادند، افشا نمی‌کند. جانی مرسر وزیر سابق و کهنه‌کار متحد شده است که اسامی سربازان را که به او در مورد قتل‌های نیروهای ویژه بریتانیا در زمان ماموریتشان در افغانستان گفتند علی‌رغم محکومیت به زندان فاش نکند. من مطمئن هستم که ژورنالیستان با احساس بشردوست انگلستان این افشاگری و اسمهای این شخصیت‌های نظامی و قاتلین بشر را به جهانیان معرفی میکنن و به محکمه میکشانن، به خاطر که جنایت را که اینها مرتکب شدن اگر چنین اینا به محاکم کشانیده نشود، بلکه در سطح جهان دموکراسی از ادرس کشورهای غربی و بالخصوص انگلستان زیر پا میشه. بر اساس این گزارش رئیس کمیسیون تحقیقات بریتانیا برای آقای مرسر 2 هفته فرصت داده است تا نامهای آنها را افشا کند، در غیر آن به زندان محکوم خواهد شد. کشورهای متجاوز 20 ساله در افغانستان کلش مرتکب جرایم جنگی است و از هر کشوری که ما محاسبه کنیم کلش در دست داره. دوستای سربازای اعضای ناتو و دیگه کشورهایی که در افغانستان بودند در 20 سال اشغال و نه کلش دوستایشان آلوده به خون مردم افغانستان هستند. فشارها بر جونی مرسر برای فاش کردن منابع پس از آن افزایش یافت که وی در فوریه سال روان در دادگاه در بریتانیا جنایت‌های جنگی سربازان کشور در افغانستان را افشا کرد. نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با هیئت آلمانی درباره حراس افغانی تعامل جهان با امارت اسلامی دیدار و گفتگو کرده است. آصف دورانی این دیدار را سازنده دانسته و گفته است که حراس افغانی شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی افغانستان و تعامل جهان با حکومت سرپرست این کشور محور اصلی دیدارش با این هیئت بوده است. فریما آذر. افغانستان محور بحث مقام های آلمان و پاکستان. آصف دورانی نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با نشر خبرنامه در اکس خود از دیدارش با هیئت آلمانی در آن کشور خبر داده است. او این دیدار را سازنده دانسته و گفته است که حراس افغانی شرایط اقتصادی و اجتماعی کنونی افغانستان و تعامل جهان با حکومت سرپرست این کشور محور اصلی این دیدار بوده است. بحث مفیدی با هیئت پارلمان آلمان در مورد افغانستان داشتم. ما درباره مسائل حراس افغانی، شرایط اجتماعی، اقتصادی و تعامل جهان با افغانستان بحث کردیم. دولت آلمان هم هیچ تأثیری نمیتونه بگذاره بر تصمیمی که پاکستان برای اخراج مهاجرین افغان از کشور کرده. وضعیت پاکستان آنقدر خراب است که دولت آلمان تصمیم گرفته تا سفارت خود در اسلام آباد بسته کنه. پاکستان آخرین دستپا زدن های خود داره.
حراس افغانی و تعامل جهان با امارت اسلامی در حال موضوع بحث دو طرف در مورد افغانستان بوده است که گروه تحریم سازمان ملل متحد در گزارش تازه‌ای از وجود لانه های تی تی پی، القاعده و داعش در این کشور سخن زده است. در حال حکومت سفارت فعلی افغانستان همیشه تاکید نموده است که مسئله مبارزه علیه تی تی پی و سایر نیروهای دهشت افغان در خاک پاکستان مسئله داخلی خود پاکستان باشد و با آن کنار بیاید و این مسئله مبارزه علیه تروریسم یک خاص جامعه جانبی باشد که تمام کشورها باید علیه آن اقدام نمایند تا منطقه از وجود توریسم نجات پیدا بکند. ولی با آن هم این مسئله در ملاقات حیاتهایی که از کشورهای مختلف به پاکستان میاد مورد ارزیابی قرار میگیرد. این در حالی است که یکی از شرایط تعامل جهان با امارت اسلامی مبارزه با گروه های حراس افغان و اجازه ندادن به استفاده ابزاری از خاک این کشور به این گروه ها بوده، موردی که امارت اسلامی نیز بارها در مورد آن اطمینان داده است. سفیر عربستان سعودی در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست وزرا بر گسترش روابط دیپلماتیک میان دو کشور تاکید کرده است. سفیر عربستان در این دیدار گفته است که آن کشور بر ادامه کمک های انسان دوستانه برای مردم افغانستان به ویژه برای پناهندگان متحد است. سوی دیگر معاون ریاست وزرا از گسترش روابط میان افغانستان و عربستان استقبال کرده است. عبدالشبیر حبیبی جزئیات می‌دهد. بازگشایی صفحه جدید در روابط میان عربستان و افغانستان. سفیر عربستان سعودی در دیدار با عبدالسلام حنفی معاون اداره ریاست الوزراء بر گسترش روابط میان دو کشور تاکید کرده است. فیصل بن طلق با اشاره به روابط تاریخی میان دو کشور گفته است که عربستان سعودی بر ادامه کمک های انسان دوستانه برای مردم افغانستان به ویژه برای پناهندگان متحد است. عربستان سعودی و افغانستان به عنوان دو کشور مسلمان و دوست دارای روابط دیرینه در زمینه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هستند. ما تلاش میکنیم این را در آینده گسترش داده و بیشتر از پیش تقویت دهیم. ما کمک های انسان دوستانه برای مردم افغانستان به ویژه برای پناهندگان افغان را ادامه میدهیم. بازگشایی سفارت عربستان سعودی در کابل و ملاقات سفیر عربستان در کابل با رهبری امارت اسلامی افغانستان این نشان میده که عربستان سعودی یک تغییرات مثبت را درباره افغانستان در پیش گرفته و هر قدر این ملاقات ها زیاد زیادتر شود به سود مردم افغانستان تمام میشود. از سوی دیگر معاون ریاست الوزراء عربستان سعودی را یک کشور مهم و تاثیرگذار در جهان اسلام دانسته و از گسترش روابط میان افغانستان و عربستان استقبال کرده است. اما پرسش اینجاست که چرا عربستان به جای خواهان گسترش روابط دیپلماتیک حکومت سرپرست افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسد؟ این کشورها تانوس خودشان یعنی از یک تریبیون صدا نکردند که ما آماده هستیم امارت اسلامی را به رسمیت بشناسیم، به خاطر اینکه منافع اینا، منافع جوپلیتیکیشان، منافع استراتیجیشان نسبت به غرب است و بدون حرف و حدیث غرب اینا نمیتونن تصمیم گیریده باشد. افغانستان سعودی بعد از تحلیل اوضاع جاری در مورد افغانستان و خصوصا ای که رابط ایران با طالبان و همچنان جنگای اسرائیل و حماس و یا بالاخره به این فیصله شد که رابط به نزدیک تنگاتنگ با امارت اسلامی طالبان ایجاد کنند که این رابط به نفع افغانستان است. این در حال است که سفیر عربستان سعودی پس از 1.5 سال به افغانستان برگشته است. پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارات اسلامی در حاشیه نشست سوم دوحه از احتمال بازگشایی سفارت عربستان سعودی به کابل نیز خبر داده بود. یک مکتب خصوصی در شهر کابل که برای کودکان یتیم و نیازمند به گونه رایگان تدریس میکند از امارت اسلامی خواستار توجه جدی به نهادهای آموزشی خصوصی در کشور شده است. در همین حال مسئول این مکتب خصوصی از بلند بودن مالیه بر مکتبهای خصوصی شکایت دارد و از امارت اسلامی میخواهد که مالیات را بر آنها کاهش دهد. حلیمه صدیقی بیشتر میگوید. همزمان با گسترش فقر و محدودیت ها برای ادامه آموزش کودکان نیازمند، یک مکتب خصوصی در کابل زمینه آموزش رایگان را برای ده ها دانش آموز یتیم و نادار فراهم کرده است.
مکتب خصوصی امیر قافله در شهر کابل برای بیش از 50 کودک نیازمند زمینه ادامه آموزش را به گونه رایگان از ساعت 8 صبح تا 4 عصر فراهم کرده است. اهداف ما این هست که شاگردان بی‌وضاحت و یتیمی را که در کشور ما هست حمایت نموده و در راه تعلیم آنها با همراهشان همکاری کنیم و آنها را در بخش تعلیم و تربیتشان ما برسانیم به یک روزی که در آینده در کشور ما شما آنها هم الگوی وطن ما شما باشه. خواجه انصار کودک نیازمندی که از یک سال بدین سو در این مکتب مصروف آموزش است میگوید و خواستم از دولتی است که با مکتب های خصوصی توجه جدی داشته. این مکتب خصوصی از سوی برخی از شهروندان کشور مورد حمایت مالی قرار میگیرد و از ابتکار این مکتب استقبال میکنند. با باور آنان این گونه عملکردها در کاهش سطح بیسوادی و ناداری در کشور سودمند خواهد بود. همان نسلی که در زیر بار فشار خود از دست ندن، خود نبازن تا بتونن وطن آباد بسازن. ما معتقد هستیم با تربیت از این نسل، با تربیت و تغییر آوردن در این نسل و تغییر در فامیل هایشون میتونیم که جامعه ما را تغییر بدیم. با تغییر جامعه ان شاء الله که ما میتونیم به ترقی و پیشرفت کشورمان و یک قدم در راستای تغییر کشور قدم بگذاریم و رشد کنیم. از سوی هم دانش آموزان از ارائه خدمات این مکتب رضایت دارند و از حکومت نیز می خواهند که با آنها زمینه های بیشتر آموزش را فراهم کند. خواستم از دولتی است که به نهادها یا مکاتب خصوصی توجه جدید داشته باشند و مورد حمایت خود قرار بدهند. ما در مکتب امیر قفلت تعداد 12 مضمون درس می خوانیم و روز 5 ساعت ما درس می خوانیم و در هفته یک روز ورزش. این در حالی است که برخی از خانواده ها به دلیل ناداری توانایی فرستادن فرزندانشان را به مکتب ندارند. به ادامه خبرها از یک باز هم خوش آمدید. یان اگلند رئیس شورای پناهندگان ناروی با تاکید بر برگشت دیپلمات های کشورها به افغانستان از آنان خواسته است که تا برای تأمین حقوق بانوان به این کشور برگردند. آقای اگلند در صفحه ایکس نگاشته است که بریتانیا و سایر کمک کنندگان باید دیپلمات هایشان را به کابل بفرستند و با ما بپیوندند تا برای حقوق زنان، آموزش دختران و حمایت از اقلیت ها مبارزه کنند. او میگوید که نهادهای بشردوستانه و شهروندان افغانستان بسیار تنها هستند و با کمبود بودجه زیر فشار قرار دارند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان از اخراج بیش از 300 خانواده افغان در یک روز از ایران و پاکستان خبر داده است. این وزارت گفته است که این پناهجویان از طریق مرزهای تورخم، اسپین بولدک، پل ابریشم و اسلام قلعه به گونه اختیاری و اجباری به کشور برگشتند. گزارش از مریم تیموری. ادامه اخراج پناهجویان افغان از ایران و پاکستان. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان گفته است که 320 خانواده افغان در یک روز به گونه اجباری و اختیاری از کشورهای ایران و پاکستان به کشور برگشته اند. این وزارت همچنان افزوده است که 125 خانواده از طریق گذرگاه های تورخم و اسپین بولدک از پاکستان و 195 خانواده دیگر از گذرگاه های پل ابریشم و اسلام قلعه وارد کشور شده اند. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان در حال از ادامه اخراج پناهجویان افغان از پاکستان خبر می دهد که چند پیش کمیسار عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان از آن کشور خواستار توقف اخراج اجباری پناهجویان افغان شده بود. از سوی دیگر دفتر نخست وزیر پاکستان روز گذشته اعلام کرد که اقامت پناهجویانی که دارای کارت POR در پاکستان هستند برای یک سال تمدید شده است و حکومت پاکستان طرح اخراج پناهجویان فاقد مدرک را همچنان ادامه خواهد داد. 320 خانواده افغان در یک روز به گونه اجباری و اختیاری از کشورهای ایران و پاکستان به کشور برگشتند. 125 خانواده از طریق گذرگاه تورخم و اسپین بولدک از پاکستان و 195 خانواده دیگر از گذرگاه های پل ابریشم و اسلام قلعه وارد کشور شدند. دیروز به طور اجباری کشورهای پاکستان و ایران 320 فامیل را به افغانستان دیپورت کردند که این اقدامات در حال صورت گرفته که کمیسر عالی سازمان ملل متحد برای پناهندگان از کشورها خواسته بود تا این طرح را متوقف کنند و از دیپورتی اجباری افراد خودداری نمود. با وجود این هشدارها دیپورتی این افراد به افغانستان همچنان انجام شده است. متاسفانه مشکلات فعلی که در افغانستان هست و میتواند مسائل بیشتری را با دیپورت شدن این افراد در افغانستان نیز دامن بزند.
اما در همین حال نگرانی ها از اوضاع بد پناهجویان افغان افزایش یافته و اداره سرحدی تورخم از آزادی یک کودک افغان پس از 2 سال و 6 ماه از یک زندان پاکستان خبر داده است. تمدید کارت مهاجرت افغان ها از سوی دولت پاکستان تا حدی می تواند مشکلات مهاجران افغان را در پاکستان حل کند و این یک گام مثبت است و همچنان این اقدام نیز می تواند به مهاجران افغان در پاکستان امکان را بدهد تا به صورت قانونی در این کشور اقامت داشته باشند، اما این یک راه حل موقتی است. این در حال است که نهادهای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته اند که پاکستان از آغاز طرح اخراج پناهجویان افغان تا اکنون بیش از 600 هزار تن را اخراج کرده اند. مسئولان برنامه توسعه ملل متحد میگویند که از سال 2022 و سال تا سال 2024 250 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده است. این نهاد افزوده است که از این کمک ها بیش از 6 میلیون تن در افغانستان که 3 میلیون آن بانوانان بهره مند شدند. سهیل سلطانی. کمک 250 میلیون دلاری برنامه توسعه سازمان ملل متحد به افغانستان. مسئولان برنامه توسعه ملل متحد میگویند که از سال 2022 تا سال 2024 250 میلیون دلار به افغانستان کمک کرده است. در 261 ولسوالی ولایت های افغانستان به بیش از 6 میلیون تن که 3 میلیون تن آن بانوانند کمک شده است. از سوی همین نهاد افزوده است که در هنگام درگیری های سیاسی در افغانستان سازمان های غیر دولتی و مدنی نقش مهم در فراهم کردن خدمات بشر دوستانه ایفا کردند. اما شمار از آگاهان بین باورند که افزون بر کمک های بشر دوستانه سازمان های امدادگر باید زمینه کار برای شهروندان افغانستان نیز فراهم گردد. تا زمانی که کار ایجاد نشه من فکر نمی کنم که کمک ها بسنده باشه و بتوانه مشکل فقر و بیکاری را حل بکنه. تنها راهی که می تونه افغانستان روی پای خودش استاد بکنه و از وابستگی کشورهای دیگه به نجات بده و اقتصاد ما که متکی به کمک های خارجی است نجات پیدا بکنه، حتی درک دادن پروژه های انکشافی است و همچون هم سرمایه گذاری هاست. اگر دنیا بخواهد افغانستان از فقر و بیکاری نجات پیدا بکنه، برای نیاز که در بالوی کمک های بشر دوستانه افغانستان کمک های اقتصادی هم بکنه. ترڅو د افغانستان د خلکو ستونزې تر یو حده پورې ورباندې حل سي. واقعا هم که د دغسې بنسټونو فعالیتونه په افغانستان کې ځنډول کیږي یا دوی ته فنډ نه ورکول کیږي، نو د افغانستان هغه خلک چې مثلا دغسې مرستو ته جدي اړتیا لري، دغوی ژوند به له جدي ګواښ سره مخامخ کیږي. گفته نیست که کمک های جهانی در نجات میلیون ها افغان از گرسنگی مهم بوده، اما با توجه به آسیب پذیری بیشتر جمعیت افغانستان کمک های بشر دوستانه در حال کاهش است. مسئولان محلی ولایت هرات از بهر تامین امنیت باشندگان این ولایت در روزهای عاشورا کمیته ای را ایجاد کردند. عارف عدیل. تلاش ها برای تامین امنیت باشندگان هرات در روزهای عاشورا. مسئولان محلی ولایت هرات از بهر تامین امنیت باشندگان این ولایت در روزهای عاشورا کمیته را ایجاد کرده اند. مسئولان این کمیته اطمینان می دهند که روزهای عاشورا در فضای امن سپری خواهد شد. کمیسون در چوی در رو ترمند تشکیل سوی در دیده پارا چه پشت توگه بندی وکوالایسی در مراسم تنظیم که ترتیبی که هیله مو داده چې انشاءالله د تیر په څیر باندې به دا ځل هم مراسم د امن په فضا کې زموږ هیوادوال وکولی سي ترسره کړي. در همین حال فعالان فرهنگی در هرات بزرگداشت از روز عاشورا را وابسته به تمام مسلمانان می دانند. از سوی هم باشندگان ولایت هرات با اشاره به تأمین امنیت در آنجا میگویند که با داشتن امنیت می توانند مراسم عاشورا را با شکوه برگزار کنند. همکاری درست می خواهند. اگر اونا می گفتم هم اگر اونا خواهند کمک های مردمی همواره هستند و اگر اونا تقاضا کنند کمک های مردمی هیچ وقت خود دریغ نمی کنند. هستند شبان روزی در کنار از نور در تلاشن برای امنیت بهتر. هر آنچه که مثلا به سلاب امنیت ما بهتر باشه می تانیم این مجلس محرم بهتر و باشگوتر برگزار کنیم.
آزاداری امام حسین برای سر تا سر جهان برای همگی دیگه مشخص هستن که آزاداری میکنه. حتی در روزهای اربعین خودش میبینین که یه رقم شوق برای مردم اضافه میکنه که از تمام کشورهای خارجی، از امریکا، از پاکستان، از تمام جای میاد اربعین شرکت میکنه برای آزاداری امام حسین. خلاص یک علاقه خاص مردم داره برای آزاداری. گفتنی است که ده همین روز ماه محرم یا عاشورا برابر است با روزی که امام حسین فرزند حضرت علی نواسه پیامبر گرامی اسلام همراه با 72 تن از یارانش در نبرد کربلا به شهادت رسیدند. و حال هم میریم به طرف خبرهای خارجی. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تایید کرد که اسرائیل و حماس بر سر چارچوب آتش بس که منجر به آزادی گروگان ها می شود. به توافق رسیدن. از سوی دیگر در حمله موشکی نیروهای روسیه بر منطقه دونتسک در شرق اوکراین 6 تن کشته شدند و 13 تن دیگر زخم برداشتند. و در خبر دیگر، وزارت دفاع چین هم با انتشار بیانیه اعلام کرده که در حال انجام رزمایش نظامی مشترک با روسیه در امتداد ساحل های جنوبی خود است. بیشتر با همیرای صوفی و احمد شوشکومن. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده تایید کرد که اسرائیل و حماس بر سر چارچوب آتش بس که منجر به آزادی گروگان ها می شود به توافق رسیده اند. او یاد آور شد که این معامله هنوز نهایی نیست و برای تحقق آن به کار بیشتری نیاز است. در همین حال رسانه های فلسطینی گزارش داده اند که پس از عقب نشینی نیروهای اسرائیل از برخی از منطقه های غزه، ده ها جسد فلسطینیان که در هفته گذشته از سوی این نیروها کشته شده اند پیدا شده است. در همین حال رسانه های فلسطینی گزارش داده اند که پس از عقب نشینی نیروهای اسرائیل از برخی از منطقه های غزه، ده ها جسد فلسطینیان که در هفته گذشته از سوی این نیروها کشته شده اند پیدا شده است. بر بنیاد گزارش این رسانه ها، تیم های نجات تا اکنون 60 جسد را پس از یک هفته از مناطق تل الهوا و حومه صبرا در غزه پیدا کرده اند. در حمله موشکی نیروهای روسیه بر منطقه دونتسک در شرق اوکراین 6 تن کشته شدند و 13 تن دیگر زخم برداشتند. رویترز به نقل از منبع‌های محلی گزارش داده است که دو موشک در نزدیکی یک ساختمان اداری و در یک ایستگاه بس در شهر میرنوهرا در شمال غربی دونتسک اصابت کرده است که در نتیجه 4 تن جان باخته اند و 10 تن دیگر زخم برداشته اند. همزمان با این در یک حمله موشکی دیگر نیروهای روسیه در شمال غرب باخمود دو غیر نظامی کشته شدند و 3 تن دیگر زخم برداشته اند. وزارت دفاع چین با انتشار بیانیه اعلام کرد که در حال انجام رزمایش نظامی مشترک با روسیه در امتداد ساحل‌های جنوبی خود است. بنابر اعلام وزارت دفاع چین، رزمایش دریای مشترک 2024 به هدف تقویت توان دو طرف در مقابله با تهدیدهای امنیتی در حال انجام است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این بیانیه در حالی منتشر شد که سران کشورهای عضو ناتو در نشستی که در واشنگتن برگزار شده بود بر حمایت از اوکراین تأکید کرده و با انتشار آگهی نامه چین را پشتیبان قاطع حمله روسیه به اوکراین دانستند. مسعود پزشکیان رئیس جمهور جدید ایران در مقاله‌ای در روزنامه تهران تایمز خطوط کلی سیاست خارجی دولت خود را ارائه کرده است. او در این مقاله خواستار کاهش تنش کشورهای غربی با جمهوری اسلامی ایران شده است. پزشکیان با اشاره به خروج آمریکا از برجام از ایالات متحده خواسته که از اشتباه‌های گذشته دوری و از تشدید تنش‌های کنونی با ایران خودداری کند. در حالی که رئیس جمهور کینیا همزمان با اعتراض‌های کمپیشینه بر ضد افزایش نرخ مالیات تقریباً تمام عضوهای دولت را برکنار کرد، جسد چند نفر که گمان می‌رود از اشتراک در تظاهرات ماه گذشته بودند، در حومه نایروبی پایتخت آن کشور کشف شد. با گزارش رویترز، بیشتر پیکرهای کشف شده زن بودند و هویت آنان مشخص نیست. رئیس پلیس کینیا پس از انتشار این خبر از سمت خود کنار رفت. در جریان اعتراض‌های ماه گذشته که تاکنون نیز ادامه دارد، دست کم 39 تن کشته شدند. ویلیام روتو رئیس جمهور کینیا از زمان آغاز مسئولیت در سال 2022 با چند موج گسترده اعتراض روبرو شده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید تا زمانی که در غزه به طور کامل صلح برقرار نشود، برنامه های همکاری آینده با متحدان ناتو و اسرائیل را تصویب نخواهد کرد. اردوغان پس از برگزاری 75مین نشست سالانه ناتو در واشنگتن نوشته که عضوهای مسئول جامعه جهانی باید بر اساس مرزهای سال 1967 برای یافتن راه حل بین اسرائیل و فلسطین تلاش کنند.
بر بنیاد گزارش رسانه ها از اثر ریزش ساختمان مدرسه ای در ایالت مرکزی نایجیریا 22 دانش آموز جان خود را از دست دادند و بیش از 130 تن دیگر زخمی شدند. هرچند هنوز دلیل اصلی این حادثه مشخص نیست، اما ساکنان محلی بر رسانه ها گفتند که این رویداد پس از 3 روز بارندگی شدید در آن منطقه رخ داده است. از شما سپاسگزارم. تا سلام دیگر، خدا نگهدارم.